با سلام دوستان، امروز یک شنبه 30 ژوئن 2019 برابر با 9 تیر سال 98. من کیانوش توکلی از شبکه ویدیویی ایران گلوبال از شهر کوپنهاگ هستم. مهمان گرامی من آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و ساکن امریکا. آقای امیرحمدی، خوش اومدید به برنامه ما. خیلی متشکرم کیانوش جان، خیلی ممنون از لطفی که کردید، دعوت کردید. آره، طبق روال همیشگی ما ابتداعا مهمترین مسئله سیاسی روز رو بر بخشی از ویدیوی ملاقات کیم ایل جون و دونالد ترامپ رو میذاریم و از شما میخواییم در این ارتباط و اشاره به مسئله جنگ و صلح یا مذاکره و جنگ بین ایران و آمریکا توضیحاتی بدین. ابتدا این ویدیو رو با هم گوش کنیم. نبود. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون دو بار ملاقات کرده بودند. یک بار در سنگاپور، یک بار هم در ویتنام. دست دادن و خوشوبش کردن دو رهبری که قبلا دشمن حربی به نظر می آمدند. اما دیداری تاریخی، چون این اولین بار بود که یک رئیس جمهوری شاغل آمریکا پا بر خاک کره شمالی می گذارند. گویی هر دو نفر می دانند اهمیت این لحظه و این حرکت چیست. اندکی تأمل و سپس یک گام کوچک، ولی در واقع یک گام بزرگ. اینجا منطقه غیر نظامی بین کره شمالی و جنوبی است. ده ها سال از در میان نگرانی های هر از چنگاه از وقوع یک جنگ هسته‌ای، دو طرف در حالت آتشبسی پایدار زندگی کردند. ولی خبری از قرارداد صلح پایدار نبوده. به طرف خط مرزی باز می‌گردند. خبرنگاران و فیلمبرداران دو طرف آشکارا مضطرب و سراسیمند. و دونالد ترامپ زیر لب تک کلام‌های همیشگیش را تکرار می‌کند. فوق‌العاده جالب، فوق‌العاده مثبت. حالا کیم جونگ اون وارد خاک کره جنوبی می‌شود تا دو طرف چند کلام با خبرنگاران حرف بزنند. من معتقدم که نفس اقدام ایشون نشون میده که برای از میان برداشتن گذشته‌های نچندان خوب و افق‌های جدید تمایل دارند. رئیس جمهوری کره جنوبی آمد. جمع اینها جمع شد. اما حرف‌های خبرساز در این ملاقات دو جانبه رد و بدل می‌شود. اگه بعد اینکه من تو شبکه‌های اجتماعی گفتم بیاین همو ببینیم، شما نمی‌اومدین، رسانه‌ها کلی منو می‌کوبیدن. اما شما آبروی هر دومون رو حفظ کردین. از این بابت ازتون ممنونم. ما تا همینجا هم کوه‌ها رو جابجا کردیم. بله آقای بله، میگن که کوه ها رو جابجا کردیم. واقعیت اینه که شما چگونه میبینید؟ آیا دستاوردی این دیدارها داشته یا خود موضوع گفتگو به عنوان یه دستاورد در واقع میشه گفت جهانی از اون میشه ازش صحبت کرد؟ میکروفون در اختیار شماست، ما سر و پا گوشیم. خواهش میکنم. ببینید، هر گفتگویی، هر دیداری یه دستاورده. در دنیای دیپلماسی میدونید انسان‌ها قرن‌ها همدیگر رو در جبهه جنگ کشتن تا بالاخره یواش یواش یاد گرفتن که میشه بعضی از اون مسائلی رو که براش می‌جنگن رو سر میز مذاکره مطرح کنن. در واقع دیپلماسی بزرگترین دستاورد تاریخ بشره. یعنی واقعا از این دستاورد مهمتر چیزی نداریم. ما معمولا گاهی به اختراعات فکر میکنیم، برق و نمیدونم هواپیما و رادیو و سلفون و اینا، ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینا در سطح دیپلماسی دستاوردی نیستن. خب این معناش اینه که به هر حال یک حرکتیه. و نکته دومم، متاسفانه ما عادت کردیم همیشه به نتیجه فکر کنیم، به روند فکر نمی کنیم، به پروسه فکر نمی کنیم.
اینکه خب چه نتیجه ای گرفته شد، چند تا موشک از بین رفت یا چند تا بمب نابود شد، همش بحث اونه. در حالی که همین که یه آدمی پا میشه میره وارد خاک دشمنش میشه، بعد از بیش از 70 سال و بعد یه دستی با هم میدن و یک ملاقاتی میکنن، بنابراین خودش که دستاورده. حالا این روند مهمه، از روند یواش یواش ما به نتیجه میرسیم. نتیجه رو معمولا در روند اول و دوم و سوم نمیگیرن، روند به نتیجه بالاخره یه جایی قطع میشه. حالا ما امیدواریم که هرچی زودتر این اتفاق بیفته، ولی به هر حال میگن آدمای بزرگ مسائل بزرگ را لزوما حل نمی کنند. مسائل بزرگ رو بزرگ نگه می دارند و در جریان می گذارند که بالاخره حل بشن. پس این در این حرف در اختراعات هم هست. یعنی تو کرب مثلا توی علمم هیچ چیزی همینجوری یه دفعه به دست نمیاد، علم انباشتی ایجاد میشه. بنابراین من اینو مثبت ارزیابی میکنم در مجموع، و امیدوارم که اگر آقای ترامپ نتونست کاری بکنه، رئیس جمهور بعدی، رئیس جمهور بعدی، بالاخره یکی از اینا مطمئنم در این روند این مشکل رو حل خواهند کرد. و من فکر کنم که ایرانم، ما ایرونی ها باید از این نوع حرکت ها درس یاد بگیریم. متاسفانه ما ایرونی ها یک کله کوچیکی داریم، آدم های کوچیکی شدیم. میدونی هر کس از راه میرسه میخواد بلا فاصله یک چیزی اتفاق بیفته، این سرنگون بشه، اون نابود بشه، اون کشته بشه. میدونید فحش میدیم، توهین میکنیم، مخالفی منفی هستیم، ملت گم شدیم، کوچیک شدیم. جمهوری اسلامی همه ما رو کوچیک کرده، روزنامه نگار ما رو، سیاست مدار ما رو، دانشگاهی ما رو، همه یه عده آدم کوچیک شدیم. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی 40 ساله بزرگترین مشکلش اینه که با امریکا حرف بزنه. شما نگاه کنید به این بحث برجام هم واقعا حرف نبود، یعنی یک جریان فرموله شده رسمی احمقانه ای که خیلی دو تا چهار تا می‌خواستن یه کاری بکنن، در حالی که مثلا قبل از برجام باید آقای خامنه ای و آقای فرض کنیم اوباما با هم دست میدادن، باید تو خونه هم میرفتن، آقای روحانی باید میومد میرفت. یعنی میخوام بگم که باید یه ها رو یواش یواش اول آب میکردن بعد میرفتن روی جریان رسمی. خب وقتی که آب خواب نشده و جریان رسمی فقط شکل میگیره، یعنی یک جریان غیر انسانی یا حداقل نیمه انسانی، خب نتیجهش همین میشه که در برجام دیدیم. هر کس در چارچوب فقط صرفا منافع خودش سر اون دیگری کلا میذاره، بلکه آخرش هم چیزی توش در نمیاد. نکته که من دارم اینه که اولا این جریانی که آقای ترامپ انجام داده مثبته، ازش حتما یه چیزی در آینده اگر نه توسط ترامپ یکی دیگه در میاد، و دومم که ما ایرانی ها هم باید یاد بگیریم که از این کارا بکنیم، باید انسانی با این جریان ها برخورد کنیم. بزرگترین دستاورد تاریخ بشر همین گفتگوهاست. یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی با ایران با امریکا این بوده که نتونسته گفتگو کنه، اصلا در دنیای غیر ارتباط، غیر گفتگو زندگی کردن، اصلا هر دوشون منجمد شدن نسبت به هم دیگه، دو تا تیکه یخ هر دو، و هر چی بوده فوش بوده، هر چی بوده دشمنی بوده، توهین بوده، این دشمنه اون دشمنه از این حرفا. متاسفانه این فرهنگ دشمنی و این گفتمان دشمنی درون مردم ما هم رفته، درون روزنامه‌نگارای ما هم رفته، درون آدم های عادی ما رفته. همه دارن به هم دیگه بد بیرا میگن، فوش میدن، از دیپلماسی بدشون میاد، از مذاکره بدشون میاد، همش میخوان بزنن، بجنگن، تحریم بشه. حالا اگه تحریم نباشه، یکی بیاد تحریم بشه، نباید تحریم بشه، یکی بیاد بگه جنگ نباید بشه، خون اینا به هم میریزه. حالا انگار که اگه
تحریم بشه و جنگ بشه، اینا شهدایی رو که دادن زنده میشه، کارخونه هایی رو که از دست رفتن درست میشه، از این حرفا. ببین به هر حال من واقعا متاسفم برای ما ایرونی ها و من فکر کنم که این باید این مدار بیشتر یاد بگیریم. بله، من لازم میدونم برای اینکه وقتی من آگهی برنامه رو تقریبا چند ساعت پیش توی فیسبوک هم گذاشتم، با موجی از کامنت ها و تلفن با من صحبت کردم و همگی که نه، اکثرشون بر این مبنا بودن که شما چرا آقای احمدی رو دعوت کردین. من اینجا بد نیست اشاره بکنیم، گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو تقریبا 2001 تأسیس شد. بند 7 مانیفست ما چنینه: گروه ما بنا به خصلت گفتگو و دیالوگ خود مخالف سیاست حذف نظرات سایر دگراندیشان حقیقی و حقوقی است و در این خصوص سانسور را کار نادرستی می داند. جناب احمدی، در این 18 سال تمام فشارها به شخص من این بوده که آقا چرا اینو دعوت کردی، چرا این مقاله رو زدی، چرا اون نظر رو زدی. من هم میگم آقا همه نظرات من میزنم منتخبات. حالا توی این رابطه کامنت های زیاد اومد، من بعضی ها رو به خاطر فحاشی که کرده بودن هم بلوکشون کردم هم کامنت هاشون رو حذف کردم، برای اینکه یک در واقع یک احترامی هم باید باشه و به جای اون نوشتم سوالاتتون رو طرح بکنین. اگر همه آدمای عادی بودن من تعجب میکنم. آقای جواد طالعی که روزنامه‌نگار خیلی قدیمی هست، شما اگر تو گوگل سرچ کنید میبینید که خیلی روزنامه‌نگار، من شخصا ایشونم یه بار دیدم، خیلی هم براشون احترام دارم. تعجب کردم، اول فکر کردم شاید ایشون نیست، رفتم روی پروفیلش دیدم نه، ایشون نوشتن که یعنی از من تعجب میکنه که چرا آقای دکتر احمدی رو دعوت کردیم. و یکی دیگه مطرح کرده بود که خانواده امیر احمدی از پدر بزرگشان معروف به جلاد زاگرس یا همان لرستان بزرگ، از کهکولیا و بویر احمد تا خوزستان و ایلان و کرمانشاه، میگه پدر بزرگ تو همه اینا رو قتل عام کرده. و خب اول راجع به پدر بزرگتون بگی تا ما بعد به سوالات دیگه برسیم. این پدر بزرگتون تیمسار بوده چی بوده؟ بله، عرض کنم که خب ببین، بدون اینکه هیچ واقعا نظر توهینی داشته باشم، صادقانه اینا یه عده گاو و گوسفندن. رو که راست بگم، آدم درست حسابی، آدمی که منطق داره، آدمی که شعور داره، آدمی که میگه روزنامه نگاره، اینجوری برخورد نمیکنه. خب فقط گاو و خر و حیوانات اینجوری برخورد میکنن. حیوان عرعر میکنه، داد میزنه، میدونی لگد میزنه، نمیخواد گوش بده و از این حرفا. اولا بگم که من پدر بزرگم آقای سپهبد امیرحمدی نبوده، کاش بود. بعدش هم اصلا فرض کنیم بود گوسفند، حالا نمیخوام بگم خر، حتی اصلا فرض کن بود، و من که درست مثل که بگیم رضا شاه دیکتاتور بود آدم کشت، حالا رضا پهلوی باید جوابشو بده یا پدرش آباک داشت، حالا باید آقای رضا پهلوی جوابگو باشه. آقا گوسفند چه ربطی به رضا پهلوی داره؟ پدر من، حتی پدر من باشه، حالا پدر بزرگ رو بذار کنار. نکته اول، اصلا این نوع حرفا جواب نداره. بیم ما وقت این نوع جوابا و این حرفا رو نداریم. دیانوش جان، ما یک حکومتی داره کشور رو نابود میکنه، ایران داره نابود میشه، یه عده گاب و گوسفند نگرانیشون اینه که پدر بزرگ من زمان رضا شاه رفته مثلا توی لرستان آدم کشته، چون سپهبد رضا شاه بود. میخوام بگم که اینا رو نباید وقتمون رو بگیریم. یا اون آقای صالحی، میخوای اسمش صالحی گفتی؟ طالعی، جواد طالعی. جواد صالحی، من اصلا نمیدونم این کیه. اصلا ببین، اگه روزنامه نگار بود اینجور برخورد نمیکرد. این روزنامه نگار نیست، یه آدمه، نمیدونم، حالا شاید هم تو جیب جمهوری اسلامیه، نمیدونم تو جیب کیه. روزنامه نگار نیست، یه آدم کوتاه نظر، همون جزء بخشی از اون گاو و گوسفنداست. آدم روزنامه نگار اینجوری برخورد نمیکنه.
خب آدم مثل آمریکا میاد حرفشو میزنه، سوال میکنه، میگه توضیح میخواد. آقای دکتر امیرعمدی شما مثلا این کارو کردی، چرا کردی؟ برای من صالحی حرف بزن، قانعم کن. یا اصلا نمیخوای حرف بزنی، هم حرف نمیزنی، میری دنبال کاره. تو نمیای یه چیزی بنویسی به کیانوش که بگی آقا چرا با این حرف میزنی؟ آقا به تو چه که کیانوش با کی حرف میزنه؟ مردی که ایشون یه آدم آزادیه، یه تلویزیون آزاد داره. اصلا من نمیفهمم اصلا اینو چجوری به خودشون اصلا اجازه میدن که به کیانوش بگن. البته آقای احمدی چون ایشون نیستن، لطفا رعایت چیز رو بکنید. من از شما خواهش میکنم که متقابل به مثل نکنید. خیلی کامنت های توهین‌آمیزی اومد، من اینا رو حذف کردم. به هر صورت یه پرنسیبی تو کار من هست. بفرمایید. آره یه خورده ما در این بیما اومدیم، من اومدم اینجا که با شما یه حرف جدی در مورد ایران بزنم، در مورد مسائل کشور بزنم، ببینیم باید کشور ما چجوری از این وضعیت بگذریم، چجوری باید این کشور رو بسازیم، چجوری باید 80-50%، 60% مردم که زیر خط فقرن رو نجات بدیم. ببین این آدمایی که این حرفا میزنن هیچ اطلاعی در مورد زندگی من ندارن. این کسی که میگه پدر بزرگ من ننم سپه بود امیر احمدی، معلومه که آدمیه که سواد نداره، آدم بی سوادیه. آدم من چون من امیر احمدی همه جا هست، من الان توی دونه گوگل بزن تمام جد و آبادم میاد بالا. آدمه که گمنامی که نیستم. یا مواضع من، نکته ای که من دارم اینه که ما باید بشینیم حرفای جدی بزنیم. وقتی اینو نداریم که بیاییم اینجا وقت خودمونو بگیریم برای اینکه مثلا به اون گوساله جواب بدیم که من پدر بزرگ من امیر احمدی بوده یا نه، یا آدم کشته یا نه، خب من چی هست اصلا فرض کن بوده به من چیه. یا فرض کنیم که اون یکی بیاد بگه آقا نباید به حد اصلا اسم منم هنوز نمیدونن، به جای امیر احمدی میگن احمدی. من بارها بودم آقا من امیر احمدی هم. احمدی نیستم، احمدی مثلا نمیدونم مثلا با کیا ما طرفیم توی دنیا. من امیدوارم که حرفای خوبی بزنیم. ببینید بله من بیشتر میخوام بحث رو جدی بکنم، برای این که من احترامی هم گذاشته باشم به مخاطبینم در فیسبوک که بهشون قول دادم که سوالاتشون رو بخونم، ولی تک تک نمیخونم. سه تا سوال در واقع درش بود. یکیش که همین در مورد پدر بزرگتون میگفتم بد نیست اینو بگین. دومی اینه که آیا سیاست شما و حزبتون که آبان نام داره تغییر کرده؟ آیا خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستین؟ ببین من الان خیلی بر من جالبه، من هر هفته 6-7 مصاحبه تلویزیونی میکنم توی کانال های مثلا ساتلایتی. من همین هفته گذشته یه مصاحبه دادم به من تو 1 ساعت، یک مصاحبه دادم 1 ساعت به ایران فردای آقای نوریزاده، 1 ساعت به بیان اصلا من تو این همین هفته من شاید بیش از 10 ساعت صحبت کردم با یه آدمی که نمیخواد گوش بده بشنفه. و من چی کار کنم؟ من روزی حداقل 5-6 تا از من مقاله و مطلب چاپ میشه. من چی بگم؟ چند دفعه من هم حرف بزنم؟ بعدش هم آوان یک سازمانیه که یک وبسایت داره www.aban.org.com، یک کانال تلگرامی داره @aban.org، تمام مطالب آبان توشه، بیانیه‌مون هست، مرامنامه‌مون هست، طرح گذارمون هست، طرح سازندگیمون هست. خب آدم چند دفعه آدم باید بیاد توضیح بده که آقا اصلا آبان چیه؟ یک دفعه، دو دفعه، ده من 6 ماهه دارم همین رو توضیح میدم. آقا آبان یک سازمانیه که هدفش اتحاد برای ایران نوین، اسمش اصلا اتحاد برای ایران نوینه، به اسم آبان، اونم از همونجا میاد. بعدش هم این آبان برنامهش گذار از جمهوری اسلامیه، تاکتیکش هم اینه که روی 200 نفر تکیه کرده از علمای قوم که صاحب این حکومت مذهبی هست، میخواد اینا رو اول با مصلحت نشد با زور از میدون بیرون کنه، و بعد از که بیرون کرد یک جامعه
سالم یک ایران مدرن دموکراتیک با مردم ایران بسازه به طرفدار دولت دموکراتیک. من خودم سوسیال دموکرات هستم و آدم ملی هستم و میخوام کشورم رو نجات بدم. اول سعی کردم رابطه ایران امریکا رو، من 32 سال روش کار کردم. متاسفانه خیلی عذر میخوام، یه عده گاو و گوسفند مخالفت کردن، حالا هم نشستن میخوام ببینن جنگ میشه یا نه، تحریم میشه یا نه. در حالی که کاش 20 سال پیش 15 سال پیش این رابطه درست میشد و الان جمهوری اسلامی نبود و کسی هم که مخالفت میکرد با این رابطه آقای خامنه ای بود. بعد یه عده خیلی واسه میخوام گاو و گوسفند دیگری هم که نمیفهمیدن من دارم چیکار میکنم، عین حرف آقای خامنه ای رو میزدن و مخالفت میکردن، میگفتن امیر احمدی نمیدونم جاسوس اینه، جاسوس اونه، از اینجا پول میگیره، از اونجا پول میگیره. اما ببین میگن که خلایق هر چه لایق، یه مردم لیاقت همین آخوندا رو دارن، واقعا لیاقت همین آخوندا رو دارن و بیش از این ندارن لیاقت، صادقانه ندارن. منظورم همینایی که من دارم میشنفم چی میگن، من مردم بزرگی هم. خب ببینید آقای احمدی، اینجا اشاره به لابیگری یکی از چیزایی هست، اتهاماتی هست که به شما زده میشه، یعنی دو جانبه. اولا لابیگری یه چیز منفیه یا یه چیز مثبتیه در سیاست بین الملل؟ اصلا اولا 99% اینایی که بحث لابیگری میدونن اصلا نمیدونن لابی یعنی چی. شما به خود میدن اصلا بپرس لابی یعنی چی، نمیفهمه لابی یعنی چی. لابی به کسی میگن که از یک کسی پول میگیره میره سر یک سیاست مشخصی، اوکی، با یه سناتور و یا با یک وزیر صحبت میکنه که اون سیاست به نفع اون به اصطلاح موکلش، موکلش، هرچی میخوای بگیم، انجام بشه. من همچه آدمی نبودم، من یه آدم دانشگاهی هم. من بحثم تو رابطه ایران امریکا خیلی نظری بود، خیلی فکری بود و عملی هم در چارچوب سیاست و همون دیپلماسی که عرض کردم کار میکردم. جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه لابی داشته باشه توی امریکا، چون لابی کردن برای جمهوری اسلامی در امریکا غیر قانونیه. برای چی؟ برای اینکه امریکا ایران روی لیست کشورهای حامی تروریست بوده، الان که دیگه هیچی، خود آقای خامنه ای روی لیست تروریسته. من یکی رو پیدا کنم که جرأت بکنه لابی کنه. ببین متاسفانه میخوام بگم اینا نمیفهمن آقای کیانوش، مثلا متاسفانه فراگیری این نیرو صفره. نه نمیدونم کیان صادقانه چجوری اصلا خارج کشور اومدن، مثلا اینا کیان؟ آدم روزنامه نگار اون آقای سالی ها چجوری روزنامه نگار شده که بعد از یک گوساله نمیفهمه؟ من نمیفهمم اصلا اینا چجوری اصلا روزنامه نگار شدن. آخه کسی که معنی لابی رو نمیدونه، کسی که نمیدونه پدر بزرگ من کی بود یا نبود، کسی که نمیدونه اصلا رابطه ایران امریکا باید چی بشه، اصلا من نمیفهمم اینا کیه. ببین یکی از مشکلات جامعه ایران همینه. ببینید من واقعا تصمیم گرفتم ادب و احترام و اینا رو برای این نوع آدما بذارم کنار. ببین با لومپن باید لومپنی برخورد کرد، با این آدمای گاو و گوسفند همینجوری باید برخورد کرد. تا کی ما میخوایم احترام و گاو و گوسفند رو نگه داریم؟ نمیشه، با خدا نمیشه. ببین جمهوری اسلامی روی اینا زنده است، جمهوری اسلامی روی همین آدما زنده است، باور کنید که همین آدما زنده است. حالا ممکنه یکی بگن آقا امیرحمدی عصبانیه داره توهین میکنه، خب بگن. ببینید بنده به اندازه کافی با احترام با اینا حرف زدم، 32 سال من با اینا با احترام حرف زدم، 32 سال اینا گفتن جاسوس لابی کوفت و زرمار. من سر انداختم پایین، کار خودم رو کردم، گفتم پدرش آدم کشه، پدر بزرگش باید سر آوردم، ولی دیگه به یه جایی میرسه که داره لوس میشه، داره اصلا مسخره میشه. دارم بعد از 34-35 سال که تو سیاستم، هنوزم که من 27 تا کتاب دارم، 300-400 تا مقاله دارم، 1000 تا مصاحبه حداقل دارم، بعد یک گابی میاد یک ابتدایی ترین سوال از سوال رو از من میکنه، خب من بر میخوره، اصلا با خود منم بر میخوره. راستش میگم آقا کیه که طرف صحبت من میخوان باشن؟ خب باید با اینا با جدیت برخورد کنیم. بله.
بله، ولی به هر حال من از شما میخوام که اسم نبریم و آره آقای احمدی، از شما جدا میخوام که نام نبرید، برای اینکه به هر صورت به لحاظ حقوقی هم برای من مشکل درست خواهد شد. به طور کلی مجازین، من هم هیچ مشکلی نیست. ببینید آره، ما بریم روی سوالات اساسی شما. صحبت از حذف 200 نفر، یعنی در واقع 200 تا آیت الله و حجت الاسلام و آخوند رو راه نجات میدونید، بعد یه طرح گذارم دادید. خب سوال این هست که بعدم میگین که حزبتون مثلا خب حزب تازه تأسیسیه، اعضای طبیعتا زیادی نداره تو اون شرایطی که به صلاح حزب گریزی شده جزء فرهنگ فعالین سیاسی. همه افتخار میکنن که ما به هیچ حزب و دسته وابسته نیستیم. در این شرایط درست کردن حزب به نظر من خیلی کار درستی هست، یعنی تبریک میگم که چنین حزبی رو زدیم و از همه میخوایم هر کسی که هر عقیده ای داره سعی کنه 3 نفرم که شدن با هم بشن. با فردی، با انفرادی ما به هیچ جا نمیرسیم. خب شما صحبت از طرح گذار کردین و حذف این 200 نفر، اول با نصیحت، اگر نشد با زور. زور شما از کجاست؟ ببینید زور ما زور مردمه، زور نیروهای نظامیه، زور خارجه. بخوای زور هست. جمهوری اسلامی تا الان فقط یک طرفه زور علیه مردم به کار برده. وقتش رسیده که یک تعادل ایجاد بشه و داره ایجاد میشه. ببینید حکومت شاه فقید یک ارتش 400 هزار نفره قدرتمند داشت، یک سواک عریض و طویل داشت، یه دونه گارد جاویدان داشت، چقدرم نخبگان سیاسی و دربار. و مردم وقتی که وارد میدون شدن تموم شد. زور مردم چربید. زور مردم چربید. زور مردم به یک جایی میرسه که میچربه. این یکی. دوم هم ما این 200 نفر رو مخصوصا گفتیم 200 نفر. و ولی چون 200 نفر نظامه، وقتی این 200 نفر برن کل نظام از هم میپاشه. ببینید بازم برگردن به زمان شاه فقید. اونجا میگفتن که مردم تو خیابونا میگفتن شاه باید بره. در حالی که همون چی که عرض کردم گارد داشت، ارتش داشت، سواک داشت، ولی میگفتن شاه باید بره. چرا؟ برای اینکه همه اون نهادها و سازمانها رو دوش شاه بودن و وقتی که شاه رفت اونا فرو ریختن. الانم همین وضعیته، با این تفاوت که ما یه شاه نداریم، 200 شاه داریم و این 200 شاه دوششون سواک، امنیتشون هست، سپاهشون هست، ارتششون هست، حزب اللهشون هست و غیره. حالا این 200 کیان؟ خود خامنه ایه، آقای رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه است، وزیر اطلاعات، اعضای شورای نگهبانن، امام های جمعه هستن، تو مجلس خبرگان هستن، مطلعات نظام هستن، بعضی از نهادهای مذهبی در قوم و غیره جا. اینا نیروهایی هستن که 20 نفر آخوند تراز اول دارن. کل این نظام به نام نظام اسلامی تیوکراتیک رو دوش ایناست. این نظام رو دوش این 200 نفره، درست مثل که نظام شاه رو دوش شاه بود. ما باید این 200 نفر رو خارج کنیم. بعد که اینا رو اخراج کنیم کل نظام به هم می‌ریزه، فرو می‌ریزه. بنابراین ما هدف ما طاقت کردن نظامه، ولی تاکتیک ما اینه که اول با 200 نفر شروع کنیم، بعد بریم جلو ببینیم چه میشه. به این کارم عرض کردم اول داریم با مصلحت میکنیم که ما نمیخوایم کسی رو بکشیم، دشمن کسی نیستیم. یکی از بدبختی های جامعه ایران اینه که هر کس میخواد دیگری رو بکشه، نابود کنه، برای اینکه اون یکی قبلی رو نابود کرده و یک دور تسلسل بکش بکش. ما اینا اعتقاد بهش نداریم. ما میخوایم هر چی زودتر با مصلحت این آقایون برن. ولی اگه نرن، که فرض ما اینه که نمیرن، اون وقت ما از نیروی مردمی استفاده میکنیم. ما داریم با مردم الان کار میکنیم، داریم به حزب الله میگیم آقا اینا سرتون کلاه گذاشتن، این آخوندا اینا انقلابی نیستن، اینا اسلامی نیستن، اینا ایرانی نیستن، اینا اخلاق ندارن، اینا فاسدن، اینا شما رو بیچاره کردن، اکثرتون فقیری رفتید جانباز شدید، آزاده شدید. امروز همین امروز
یکی از دوستان تو ایران آقای بهزاد همایونی رو دستگیر کرده حکومت. حالا بهزاد همایونی که یه آدمیه که تو جنگ ایران عراق اسیر عراقی ها شد، مدت ها توی زندان های صدام حسین بود، بعد آزاد شد اومد باز در جانباز شد، پاش تیر خورده و یه دستش چی شده و راه نمیدونه به خوبی بره، امروز دستگیر شده توسط همین حکومت رفته زندان. خب من دارم بهشون میگم آقای همایونی، آقایون دیگه، شما چه توهمی نسبت به این حکومت دارید؟ البته آقای همایونی دیگه توهمی نداره، مخالف اینا شده. نکته ای که من دارم، ما داریم به عماریون، به حزب اللهیا، به سپاهیا، به همه اینا میگیم که این حکومت، این آخونده سرتون کلاه گذاشتن، شما سعی کنید دیگه سرتون کلاه نره، دست از این توهم بردارید، از این حکومت حمایت نکنید. اگه دنبال انقلاب هستی اینا نیستن، اگه دنبال اسلام هستی اینا نیستن، اگه دنبال ایران هستی اینا نیستن، اگه دنبال اخلاق هستی اینا نیستن، اگه دنبال دزدی و دغلبازی و وابستگی و بی‌عدالتی و بی‌دینی و ضد انقلاب و اینا هستی اینا، تو باید بین این دوتا یکی رو انتخاب کنی، به انتخاب تو مشخصه، انتخاب تو پیش ماهاست که آدم هاییم که انقلابی هن، ایرانی هن، وطن پرست هن، اخلاق دارن، فرهنگ دارن، دنیا رو میشناسن. چرا رفتی دنبال یه عده آدمی که هیچی، همین ها هم عده گاب و گوسفندن. حالا اینم بگم، نه فکر نکن آدم های خیلی جنوی هم، یه عده از اینا گاب، از عکس مسیحی از اینا گاب و گوسفندن. بابا گاب و گوسفند، ببین فرق انسان با حیوان فقط در یه چیزه، اونه که انسان فکر میکنه به سیاست، حیوان نمیکنه. وگرنه ما میخوریم، ما میخوابیم، ما میزاییم، ما را میریم، ما دار میزنیم، همه کار رو میکنیم. اگه فکر نکنیم و سیاست درست نکنیم میشه حیوان. من این چیز بعدی دارم نمیگم، توهینی هم نیست، برای خیلی از ایرانی های ما گاب و گوسفند توهین نیست، واقعا صادقانه نیست. به هر حال میخوام بگم که این آخونده هم بخشی از اونها. خب برمی آقای احمد ببخشید چون سوالات زیاده. امیر احمدی معذرت میخوام ببخشید آقای امیر احمدی. ببینید شما در گذشته یک نگاه کاملا پوزیتیو و مثبتی به سپاه پاسداران داشتید و معتقد بودید که باید سپاه در واقع، یعنی اگر بخوایم چیم میگفتیم، خامنه ای باید انقلاب بکنه، به از حکومت بره کنار و به نوعی در واقع سپاه جایگزین این 200 روحانی بشه. و الان توی صحبت هاتون کمتر هست، آیا نقش سپاه در اون معادله گذارتون به یه جامعه سکولار تغییر کرده؟ نه واقعا، درک غلطی از حرفان بود. بعد سعی کردم خب بذاره بیشتر توضیح بدم. ببینید همه حرفمون این بود که آخوندها ممکنه به زور نرن، باکه با مصلحت نرن، اون وقت مردم میگیدن تو خیابون و بعد سپاه میاد. به هر حال سپاس دیگه، نیروهای نظامی میان. ما در اون موقع از سپاه و نیروهای نظامی میخوایم گل رز، گل سرخ توی لوله تفنگشون میذاریم که با مردم باشن، نه با آخوندها. و وقتی این اتفاق میفته، خب مردم با سپاه و نیروهای نظامی دیگه دولت بعدی رو تشکیل میدن که من اسمش رو گذاشتم دولت نیمه نظامی. دولت نیمه نظامی دولتیه که توش نخبگان سیاسی غیر نظامی به نخبگان سیاسی نظامی، ولی آدم های درستشون، با هم یک دولت تشکیل میدن برای گذار به یک دنیای جدید. دوره گذار دوره بسیار خطرناکیه، دوره بی‌ثباتیه، دوره بی‌نظمیه، دوره کشته کشتاره، هرچند خیلی هم صلح‌آمیز باشه بازم دوره
پشت کشتار یک جامعه خشن و خشمناکی شده. بنابراین شما مجبورید باید نیروهای نظامی رو در کنارتون داشته باشید و نباید بگذارید این نیروهای نظامی در کنار آدمای مثل آقای خامنه‌ای باشن. همون اتفاقی بیفته که در سوریه افتاد. در سوریه هم همین اتفاق افتاد که نیروهای نظامیش کنار آقای اسد موندن و کشور رو سوریه کردن به اصطلاح. جنگ داخلی و اینا. ما میخواییم ما تمام حرفمون، تاکتیکمون، برنامه‌مون این بود که سپاه رو از روحانیون جدا کنیم. هنوزم همونه. نه فقط سپاه رو، که نیروهای نظامی رو، انتظامی رو، همه اینایی که تفنگ دستشونه رو ما میخواییم از حداقل بخشی از اینا رو، هر چی که بتونیم رو، از حکومت جدا کنیم. این تنها راهشه. علتی که حکومت شاه هم سقوط کرد برای اینکه ارتش اعلان بی‌طرفی کرد، وگرنه ارتش که میمد کودتا میکرد و تهران رو بمباران میکرد، خب میلیون ها نفر کشته میشدن، مثلا معلوم هم نبود آخرش به کجا میرسه. من بگم که ما هم داریم همون فکر رو میکنیم، یعنی مدل گذار ما همون مدل گذاریه که 57 اتفاق افتاد، با این تفاوت که ما در این مدل گذار ما انتقام سیاسی نداریم، ما چیزی به نام خامنه ای نداریم یا خمینی نداریم که مدونه تشنه خون شاهیا باشه یا طرفدارای شاه باشه. ما هم چیزی نداریم. ما یا سری آدم های صلح طلبی هستیم، آشتیجو هستیم و در این حال انقلابی، در این حال ملی، در این حال وطن پرست، در این حال جدی. ما یاده سوسول نیستیم. اینم بگم بهتون، ما با صلابت کار میکنیم، با قدرت عمل میکنیم، اما ما همینجوری بیگدار با آب نمیزنیم. ما نمیایم هر کس که مثلا با حکومت اسلامی بوده را بکشیم، ما این کار نمی کنیم. ما میبینیم که ما میایم مثل نلسون مندلا عمل میکنیم، ببینیم کی چه کار کرده، اون کار رو که ما برابر خطایی که کرده، گناهی که کرده، براش جرم قائل میشیم، تنبیهش میکنیم. نه اینکه همینجوری چه کیلویی و چه کی بیایم هر کس که با آقایون کار کرده، با این روحانیون کار کرده رو بذاریم دم تیر. در حال ما یک جریان جدیدی رو داریم تو ایران میاریم، یه فرهنگ سیاسی جدید. متاسفانه این کسانی که دارن همین توی مطبوعات و این برابر اصلا همینه که میگن با من حرف نزن یا اونای دیگه که یاد دیگه، ببین اینا آدمایی هستند که نمیخوان عوض شن. من بذار یه چیزی بهتون بگم کیانوش جان. زمان شاه من خب جوانتر بودم، تو امریکا بودم، من 5 سال قبل از انقلاب اومدم امریکا. من زمان شاه و زمان انقلاب ایران نبودم، تازه آخر انقلابم طرفدار بختیار شدم. مثلا آدم مذهبی نبودم، مثلا تو این دنیا نبودم، هیچ وقت کار ندارم. اینو میخوام بگم، من خودم سوسیال دموکرات بودم، اون موقعم چپ بودم، هنوزم همونم، سوسیال دموکراسی و ملی. من یه عده دوستایی داشتم که اینا آدمای خیلی سفت و سختی بودن، حتما شما میشناسین از این بچه های کنفدراسیون و چپ ها و اینا. بخش وسیعی از این بچه ها زمان شاه ایران نمی رفتن، می گفتن اصلا رفتن به ایران زمان شاه اصلا بد، گناه، ضد انقلابه. نمی زاشتن مردم جشن عید بگیرن، می رفتن جشن های عید رو به هم می زدن، گفتن اصلا تا وقتی که شاه تو ایرانه ما اصلا جشن نداریم، عید نداریم. بعد یکیش خیلی جالبه، من فقط فراموش نمی کنم، تعدادی از اینا از دوستای من بودن و می گفتن که ما زمان شاه ایران نمیریم برای اینکه بعد از انقلاب نگن که آقا تو زمان شاه ایران اومدی. این نیرو تعدادشون هم کم نبود، بعد از انقلاب برگشت ایران. میدونی چه اتفاق افتاد کیانوش جان؟ اکثر اینا را حکومت اعدام کرد، اکثر اینا رو حکومت جمهوری اسلامی منظورتونه؟ بله، جمهوری اسلامی کشت، یعنی جمهوری حکومت انقلاب. بله. برای اینکه اینا یا ادعا آدم کم عقل خیلی انچی بهش میگن رویایی خیالی تو دنیای دیگری بودن که یه انقلابی میشه ما میریم فلان میکنیم، نفهمیدن که دنیا به این سادگی هم نیست، واقعیت یه چیز دیگه است. یه عده‌شون پیکاری بودن، یه عده‌شون نمیدونم چپ بودن، راه کارگری بودن. آقا اینا رفتن ایران به این حساب که یه انقلابی شده، شاه دیگه نیست، بعد دیگه دنیا دنیای ایناست. میرفتن تو کارخونه ها و نمیدونم این بر اون بر و تو خیابونا و
این برابر شروع باش میکردن حکومت تحمیل رو دفت کرد یکی یکی کشت واقعیت ها اکثر اینا رو کشت ما اینا رو میدونیم اسماش نمیدونیم یکی یکی خیلی هم دوستای من بودن اینایی که الان هم مثل همین آقای فلانی که میگه باش چرا حرف میزنی یا اون یکی که میگه فلان اینا از اون تیپ آدمان که به تو قول میدن در حکومت بعدی اولین کسانی رو که اعدام بشن کشته بشن همینان البته من اگه رئیس حکومت باشم این کارو نمیکنم ولی به تو قول میدم خدا نکنه یه عده دیگه بیان این کشور رو بگیرن اولین کسانی رو که جونش دست میدن همینان چرا؟ برای که اینا اصلا نمیفهمن دارن چی میدن نمیدونن اصلا ایران چیه اصلا نمیدونن سیاست یعنی چی اینا نمیدونن انقلاب یعنی چی اینا نمیدونن گذار یعنی چی اینا فکر میکنن یه دو آدم هستن که اونجا جادو میکنن حکومت عوض میشه اینا هم میدن اونجا دموکراسی میسازن. خب من آخرین سوال خودم میکنم جناب آقای امیر احمدی و برخی اظهار نظرات و سوالاتی که اگه دوستان بنویسن من سریع اونا رو میخونم اگه دوستان جواب بدین. در مورد آبان خب البته شما تو این کانال ها صحبت کردید راجع به اهدافشون، من سوالم اینه که حزب شما اگر الان نگاه بکنیم کدوم احزاب به شما نزدیکن؟ ما احزاب چپ داریم، جمهوری خواه داریم، طرفداران نظام پادشاهی داریم، همینطور خود شاهزاده رضا پهلوی. به اینا چگونه نگاه میکنه؟ خیلی سریع جواب بدین تا من سوالات دیگه دوستان رو بخونم. اولا ما حزب نیستیم جانوش، بالاخره جریان سیاسی هستیم. ما سازمان هستیم. بله ما سازمان سیاسی هستیم که هنوز حزب نشده. بله ارگانیزیشن هستیم، آبان ارگانیزیشن، آبان پارتی حزب نیستیم. نقطه اول، چون حزب در خارج از کشور حزب درست کردن کله خریه به نظر من، اونم یک بحثه. اصلا کسی خارج کشور که برای داخل ایران حزب نمیتونه درست کنه، حزب باید در اون داخل در داخل کشور درست کرد. برای من یکیش که ما سازمان هستیم. خب راجب سازمان هم میشه همین استدلال رو آورد. بله آبان اورگ سازمانه. نقطه دوم، تصادفا همین امروز همین هفته یک روز یک ساعت ما یک برنامه تلویزیونی سازمان آبان داره که از کانال یک خریداری کرده. یعنی ما هفته یک ساعت در کانال یک ساتلایت بیریم با مردم ایران صحبت میکنیم. امروز تصادفا کسی که با من تو کانال بود آقای دکتر بروش زعیم بود. جبهه ملی به طور رسمی از امروز با سازمان آبان ائتلاف کرد. به این بزرگترین خبر سیاسی به نظر من این دهه اخیره و شاید دهه ما الان اینجا یک شروع خوبیه. این سازمان آبان الان با جبهه ملی در یک ائتلافه و ما رسما امروز اونو اعلام کردیم. ما داریم خوب پیش میریم. ما 4 ماه پیش 5 ماه پیش واقعا شروع کردیم. بعد ما تو کانال آبان الان بالای 150 هزار تا به اصطلاح آبونمان داریم. ما در تلگرام منظورتونه؟ بله در تلگرام منظورتونه؟ تلگرام کانال. بله. تلگرام. بله و به هر حال توی سایت های مختلف داریم و ویدیوهامون همه جا هست. ما مرتب داریم در کانال های ساتلایتی تلویزیون های ایران همه جا هستیم. می‌بینید همونجور که عرض کردم همین یه هفته گذشته با 5 تا کانال بزرگ صحبت کردیم. ما تصادفا داریم خوب رشد میکنیم. البته خب هنوزم هستن کسانی که می‌دونید هنوزم یاد نگرفتن سیاست چیه. ببین متاسفانه ما فراگیریمون خیلی آرومه، آسلو یواشه و دل خوب پیش میره. ولی اعتقاد من اینه که ما داریم با به اصطلاح آهسته و پیوسته جلو میریم. ببین ما مثل بقیه عجله نداریم که فردا حکومت سرنگون میشه یا پس فردا، هرچی زودتر بهتر. اما ما باید سازمانی تشکیلاتی فکری بریم جلو. سازمان آبان بر اساس یک فکر به نام ملت گرایی
شکل گرفته به ملتگرایی گسسته در تاریخ فکر سیاسی ایران. کسانی که میخوان بدونن اون چیه، برن اون بیانیه آبان رو بخونن، برنامه آبان رو بخونن، ببینن اصلا ملتگرایی واقعا یه گسسته در تاریخ فکر سیاسی کشور. به ما میخوایم در چارچوب فکر ملتگرایی نهادهای مختلف سیاسی کشور رو دوره هم جمع کنیم، مشروطه خواه، ایرانگرا، ملیگرا، سوسیالیست، حتی اسلامگرا، ما همه رو میخوایم جمع کنیم. ما یه چیزی که فراموش میکنیم گاهی کیانوش جان اینه که ما همون ایرانی هستیم. ما باید بتونیم یه ملت بشیم. ملت نه فقط یه عده آدم، مردم، ملت یعنی افراد، یعنی ایرانی ها به اضافه سرزمینشون، دولتشون، از فرهنگ و تمدن و به اصطلاح تاریخشون و روابط بین المللشون. ما به این میگیم ملت. متاسفانه ما از 140 سال پیش به کلمه ملت وارد به اصطلاح لغتنامه سیاسی ما شد، تعریف شد با مردم. یه ما ملت ایران یعنی 80 میلیون نفر آدم. غلط، اشتباه. ملت 80 میلیون نفر آدم نیست، اون پیپله. ملت مجموعه از مردم، سرزمین اونها، دولت اونها، تاریخ و تمدن و فرهنگشون و اون روابط بین‌المللی. ما اینو بهش میگیم ملت. و ملتگرا کسی هست که به این پنج بعد ایران توجه داره و برای هر پنج بعد این ایران، این ملت کوشش میکنه و جون میده. ما داریم اینجوری با ما داریم یک کار اساسی میکنیم. ما مثل بقیه کارمون فقط این نیست که بیایم بزنیم توش به اصطلاح و بعد سرنگون کنیم، بزنیم بریم بالا، پشت بدیم به این، پشت بدیم به اون. نه، ما داریم یک کار معقول و درست و اساسی برای اولین بار در تاریخ حرکت سیاسی کشور میکنیم. ما حالا آبان هم کشور رو نگیره، یکی دیگه بگیره، چه فرقی میکنه؟ هر کس بگیره ما باش کار میکنیم. ما اصلا با هیچ که دشمنی نداریم. ولی کار آبان یک کار سازنده است، هم قبل از اینکه به اصطلاح گذار بکنیم، در مرحله گذار و بعد از گذار. الان در قبل از گذار داریم فکر و عمل انجام میدیم، گذار انجام میدیم، هر جوری که در همون هم داریم. و بعد از گذار هم میخوایم یک کشور بسازیم که ایرانی ها بهش افتخار بکنن، یک ایران نوین که دیگه مجبور نشیم 10 سال بعد، 20 سال بعد دوباره همه چی رو به هم بزنیم. ما ایرانی ها 40 50 سال، 30 سال، 20 سال میایم داخل تو خیابون و تو سیاست و همه چی رو از بین میبریم، روز از دو روزی از نو. ما میخوایم یک ایرانی بسازیم که دیگه مثل بقیه کشورها دوباره به همش نزنیم، مثل اروپایی ها یک به همش نزنیم. ما چند دفعه باید این کشور رو بسازیم، دوباره از بین ببریم، دوباره بسازیم؟ آقا شرم آوره برای یک کشوری که میگه 3000 سال سابقه تاریخی داره. عزیز من، این شرم آوره. متاسفانه ما ایرانیان سیاستمدارامون که نداریم، مثلا همشون روشنفکر سیاسی هستند، همین روشنفکرامون، دانشگاهیمون، وکیل و وزیر و نمیدونم پزشک و همه اینا آدمایی هستند که متاسفانه خوب فکر نمیکنن. این جمهوری اسلامی هم خودش کوچیک بود و هست و هم همه ماها رو و مخالفین خودش رو هم کوچیک کرده. ما باید بیایم بیرون از این حلقه، بزرگ بشیم. آدمای بزرگ کشورهای بزرگ میسازن، برای اینکه آدمای بزرگ بزرگ فکر میکنن، بزرگ عمل میکنن و بعد بزرگ میسازن. کشور بزرگ رو آدمای بزرگ میسازن. آدمای کوچک هیچ وقت کشور بزرگی نساختن. با فحش و بدبیرا و جیغ و داد کسی کشور نساخته. با اینکه حمید احمدی پدرش نمیدونم فلان چی قصاب بوده، کسی کشور نساخته. یا با اون آقایی که میگه با این چرا مذاکره میکنیم، داشت بگو حتی تو بشه یه کار بکن. آقای کیانوش، به این آقایی که بهت گفت باید چرا باید میزن، بهش بگو آقا گوش بده، ببین تو اگه از هیچ کس از مخالفین حکومت، هیچ کس چیزی به خوبی حرفای امیر احمدی شنیدی، بعد بیا من باش مصاحبه نمی کنم دیگه. بله. کسی نیست، رو که راست همه همون حرفای همیشگی رو دارن بلغور میکنن. هر کی از راه میرسه یه لیست آرزوها داره. دموکراسی میخوام، حقوق بشر میخوام، عدالت میخوام. خب من آخرین سوال رو در واقع میخونم از دو تن از دوستانی که در فیسبوک زنده الان هستن.
سیاوش فرجی و هومن جوان که در واقع دوتاییشون یه مسئله دارن، میگن یعنی انتقاد دارن یا سوال دارن، میشه هر دو رو در این گنجود. میگه از کاندید شدن برای پست ریاست جمهوری در ایران فعلی تا رهبری براندازی در آبان، این دوتا رو در واقع مورد پرسش، یعنی این رو تناقض دیدن در هویت. آیا الان دوباره هم اگر کاندید ریاست جمهوری بشه شما شرکت میکنید؟ بله. یعنی در واقع منظور اینه که آیا بازم اگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشه شما خود جمهوری اسلامی بنده رو تایید بکنه یعنی انتخابات آزاد بکنه، یعنی همون انتخاباتی که شاهزاده پهلوی هم میخواد بکنه. آره چرا که نه، ما دنبال انتخابات آزادی، ما که آدم کشی نمیخوایم بکنیم که. انتخابات حق مردمه، انتخاب شدن به انتخاب کردن حق مردمه. جمهوری اسلامی این حق رو از ما گرفته، چرا به من ایراد میکنی که حق منو از من گرفته؟ آقا این حق منه که انتخاب بشم، انتخاب بکنم، کاندید بشم. اگر من جمهوری اسلامی رو میخواستم، اگر التزام بهش داشتم که منو تایید میکردن. این نمیفهمه طرف داره چی میگه. آقا بهش ازش بپرس، بگو آقا این امیر احمدی که خودشو کاندید کرد تایید شد؟ نه. چرا تایید نشد؟ برای اینکه التزام نداره، برای اینکه یه کار تاکتیکی کرده، میدونسته نمیشه. درست اینی که شما 30 سال 40 سال دنبال دموکراسی هستی، گرفتی؟ آقا از جمهوری اسلامی تو دموکراسی میخواد، از جمهوری اسلامی تو حقوق بشر میخواد. اون که غیر ممکن تره. از جمهوری اسلامی انتخابات خواستن، ولی تو 40 سال از جمهوری اسلامی حقوق بشر میخواد. آقا این نداره به تو بده. آیا وقتی که صلاحیت شما رد شد شما شرکت کردین، رأی دادین؟ بعد به تو ایراد کرد؟ نه، ما به تو ایراد نمی کنیم، ما به شاهزاده ایراد نمی کنیم که انتخابات آزاد میخواد، که دموکراسی میخواد، که حقوق بشر میخواد. آقا ایراد به اون بر باید بکنه. پس امیر احمدی چرا انتقاد میکنه که خواست رئیس جمهور بشه؟ این حقشه، حق هر شهروندیه. من مثلا نمیفهمم این چجور فکر سیاسیه، اینا کیان؟ چجوری اینا فکر میکنن؟ مثلا چجوری اینا فکرشون چجوریه؟ مثلا فکر نمیکنه، فقط میدونه که امیر احمدی خودشو کاندید کرده، پس بده. داره عمیقتر فکر کن عزیز من، داره وسیعتر فکر کن، داره نگاه کن به دنیا. من نمیدونم اینا از کجا اومدن، چی جوری فکر میکنن. آقا برای اینکه از حق منو جمهوری اسلامی گرفته، به جایی که به جمهوری اسلامی بگن چرا این آقا رو تایید نمیکنی، به من ایراد میکنن که چرا خودتو کاندید میکنی. ببین دنیا چقدر کوچیک شده، چقدر فکرها کوچیک، متاسفانه. بله، وقتمون به پایان رسیده جناب هوشنگ امیر احمدی عزیز. ما امیدواریم که بازم شما رو داشته باشیم و تشکر میکنم از شرکت شما در این برنامه. خیلی متشکرم. منم از این که گاهی این بعضی ما گفتم بهت، واقعا این بحث گاو و گوسفند من فقط تو برنامه شما نبوده، من تو برنامه شهرام مماین هم اینو گفتم، جاهای دیگه هم گفتم. خدای نکرده فکر نکنه دیگه بی احترامی به برنامه شماست. نه، من مدتی به این نتیجه رسیدم که باید با یه عده‌ای برخورد گاو و گوسفندی داشت، با یه عده‌ای هم باید برخورد آدمای بزرگ داشت، ولی متاسفانه فرقی نمیکنه. هر کاری با اینا میکنی، مثل گربه مرتضی علی 4 دست پا میان پایین، اصلا فراگیریشون صفر شده و همون چیزی تو کلهشون هست، همون رو ادامه میدن. به هر حال اگر توهینی به کسی شده عذرخواهی میکنم، اگر به برنامه شما توهینی شده یا بشن عذرخواهی میکنم، از خودم عذرخواهی میکنم. من یه آدمی هم، بسیار آدم ملی و وطن پرستی هم، سوشال دموکرات هم، عرض کنم که هر کس بخواد با من حرف بزنه میتونه با من حرف بزنه، تلفن منم میتونی به هر کی بخوای بدی با من صحبت بکنم. من هستم، همین آدمایی که همون آقای صالحی یا هر کسی که بهش تلفن رو بده با من صحبت بکنه. من میخوام ببینم مثلا این کیه، چرا اینجوری در مورد من فکر میکنه. صادقانه میخوام باهاش صحبت بکنم، اینا مثلا چرا اینجوری فکر میکنه. به هر حال من هستم، من
آدمی هم که به دیپلماسی اعتقاد داشتم، به دیالوگ، به گفتگو اعتقاد دارم، هنوزم دارم، تا ابدم خواهم داشت. خیلی متشکرم. با تشکر شما.